روز 28 مارس سال 2023 یک گروه فعالان با شمول ادوکات ها در فرودگاه شهر ورشو و پایتخت پولشایو لهستان با طلب من استرداد سربان عبدالرحیم زاده یک جوان 27 ساله به تاجیکستان شدند. این جوان تاجیک را علکی از بازداشتگاه به فرودگاه آورده بودند تا توسط پرواز ورشو و استانبول دوشنبه با شرکت ترکش ایرلینز به تاجیکستان استرداد کنند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات مبوسان سیاسی یک سازمان نزدیک به مخالفین تاجیک و پایگاه خبری بامداد خبر داد که به آنها میسر شد که در آخرین لحظات مانع استرداد سربان عبدالرحیم زاده شوند. قضیه سربان به دادگاه اروپایی حقوق انسان در استراسبورگ نیز رفته بود و این دادگاه نیز از مقامات پولش خواسته بود که او را تا انجام بررسی شکایتش استرداد نکنند. ادوکاتش از اوکراین هم آمده و آنها یک جا با ادوکات پالیاکش خیلی تلاش کردند. در نهایت سربان را از هواپیما پایین کردند و باز به بازداشتگاه بردند. فردا قرار است دادگاه پولش قضیه این پناهجوی تاجیک را از نو بررسی کند و اطمینان داریم که از تالار دادگاه آزادش خواهند کرد. خبر داد عبدالستار بابایف. سربان عبدالرحیم زاده پسر پولاجان عبدالرحیم زاده یک صاحبکار تاجیک زاده نوی قبادیان است که بنا به اطلاع دریافتی در دوشنبه تجارت داشت، ولی بعد از دست دادن تجارتهایش از تاجیکستان به اوکراین و از آنجا به اروپا پناه آورده است. سربان عبدالرحیم زاده قبلا با اهل خانوادهش در اوکراین میزیست و بعد شروع حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 به پولش پناه آورد، ولی هنگام ورود به قلمرو لهستان معلوم شده است که اسم سربان عبدالرحیم زاده در روی خط اینترپول قرار دارد و به این دلیل او را دستگیر کردند. و از همان وقت اینک بیش از یک سال باز این جوان تاجیک در یک بازداشتگاه مهاجران قرار داشت. مقامات تاجیکستان تا کنون سبب تحت جستجوی بین المللی گذاشتن سربان عبدالرحیم زاده را تا کنون یگان بار شرح ندادند. سربان عبدالرحیم زاده قبلا بر اساس رویخط اینترپول در اوکراین هم دستگیر شده بود، ولی اوکراین از استرداد این جوان تاجیک به دوشنبه خودداری کرده بود. پولاجان عبدالرحیم زاده گفته است که گویا پسرش را به اساس با گذاشتن چند لایک در زیر ویدیوهای مخالفین عیبدار میکنند. تصدیق تا کجا واقعیت داشتن این ادعا هنوز میسر نشده است. در سالهای اخیر در پی اوج گرفتن شکار طرفداران مخالفین تاجیک و منتقدان حکومت تاجیکستان در کشورهای اسنگه بخصوص از روسیه، حدود 10,000 نفر از پناهجویان تاجیک در جستجوی پناهگاه امتر رو به اروپا آوردند. اما اخیرا به مقامات تاجیکستان میسر شد که به اخراج یا استرداد تقریبا 10 نفر از کشورهای اروپایی هم نوئل شوند. یک مورد عظیم برجسته این البته استرداد حزب الله شوالی زاده از استریا در سال 2020 است که او در تاجیکستان بعدا با جرمهای سنگین چون خیانت به وطن به 20 سال زندان محکوم شد. همین طور مقامات پولش چند سال پیش مصطفی حیاتوف یک عضو فعال حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را به تاجیکستان اخراج کردند. و ماه ینوار سال 2023 مقامات آلمان عبدالله شمسدین فرزند شمسدین سعیدوف یکی از ویترانهای حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و داماد رهبر این حزب محی‌الدین کبیری را به تاجیکستان استرداد کردند. عبدالله شمسدین علکی دو ماه بعد بردنش در دوشنبه به 7 سال زندان محکوم شد. مخالفین تاجیک با طلب رهایی عبدالله شمسدین در شهرهای آلمان چندین گردهمایی دایر کردند، ولی به نتیجه